قاضی آمریکا دستور دولت اوباما در ممنوعیت عملیات حفاری استخراج نفت در اعماق خلیج مکسیکو را غیر قانونی خوانده است. در پی انفجار چاه نفت شرکت بی پی، اوباما دستور داد تا حفاری برای استخراج نفت در عمق بیش از 150 متری تا 6 ماه به حالت تعلیق درآید. یک قاضی فدرال آمریکا گفته است این تصمیم پیامد منفی در اقتصاد ایالت جنوبی این کشور را از نظر دور داشته است. سازمان ملل متحد هیئت را برای جستجو و بررسی جنایات ضد انسانی در سریلانکا تعیین کرده است. گفته می شود که این جنایات توسط نیروهای نظامی سریلانکا در جریان جنگ داخلی با گروه جدایی طلب تعمیل صورت گرفته است. سازمان ملل متحد می گوید که در جریان جنگ داخلی جنایات بسیاری از سوی نیروهای نظامی این کشور با کشتن غیر نظامیان رخ داده است. پلیس جامائیکا اعلام کرده است که کریستوفر کوک ملقب به دیوید ویس رئیس کارتل بزرگ مواد مخدر این کشور سرانجام پس از یک ماه و طی عملیات ویژه نیروهای امنیتی بازداشت شد. بنابراین گزارش کوک 42 ساله از سوی آمریکا به اتهام قاچاق مواد مخدر و اسلحه زیر تعقیب بوده است. او از سوی پلیس در یکی از پست‌های بازرسی بدون هیچ گونه خشونت بازداشت شده است. اوون اولینگتون فرمانده پلیس جامائیکا در مصاحبه با رسانه‌های دولتی این کشور گفته است که طی یک ماه گذشته نیروهای امنیتی و پلیس بین‌المللی تمام تلاش خود را به کار گرفته و برای بازداشت این قاچاقچی افرادی هم در این راه قربانی شدند. با گفته این مقام پلیس جامائیکا، کوک در شرایط جسمانی خوبی قرار دارد و اینکه او چگونه و در چه شرایطی بازداشت شده در حال بررسی است. ما نیروهای امنیتی افتخار داریم که بازداشت کریستوفر کوک مافیای بزرگ مواد مخدر را اعلام کنیم. او از سوی یک گروه نیروهای پلیس تعقیب شده و در امتداد بزرگراه ماندلا بازداشت شد. تمام اینها با کمک نیروهای اطلاعاتی ما ممکن شد. این مقام پلیس میگوید که در زد و خوردهای خشونتبار و خونین ماه گذشته تا زمان بازداشت این فرد حدود 70 تن جانهای خود را از دست دادند. کوک باعث شده بود تا مردم در منطقه زیر قلمرو او به دو دسته تقسیم شوند، به طوری که موافقان بازداشت این قاچاقچی بزرگ مواد مخدر در کلیسای کینگستون پایتخت این کشور گرد هم جمع شده و به دعا می پرداختند. بنابر گزارش ها افرادی ناشناس قصد داشتند تا کوک را به مقام های سفارت آمریکا در کینگستون تحویل بدهند، اما سرانجام او توسط پلیس در یکی از پسته های بازرسی بدون هیچ گونه خشونتی بازداشت شد. این در حالی است که پلیس فدرال آمریکا نیز خواستار رسیدگی به دوسیه این مرد در دادگاه عالی این کشور است. او متهم است که در جاده های ایالات مختلفه آمریکا به آدم ربایی، پولشویی، اختلاس، قاچاق و فروش مواد مخدر و تجاوز به زنان و دختران و گسترش فساد در این کشور دست زده است. ادامه برنامه با ادریس جویا، اما با رویدادهای ورزشی. تشکر. سلام، به این بخش خبری نیز خوش آمدید. دوش، خیز و پرتاب برای پوشیدن پیراهن تیم منتخب کابل. مسابقات گزینشی تیم منتخب اتلتیک خفیفه پایتخت صبح امروز از سوی فدراسیون انجشته در بخش مردان با شرکت 230 تن ورزشکار آغاز شد. این مسابقات به منظور شناخت چهره های برتر و انتخاب تیم منتخب اتلتیک خفیفه شهر کابل راه اندازی شده است. در این پیکارها که در دورده سنی جوانان و بزرگسالان برگزار شده است، ورزشکاران در بخش های دوش، پرتاب گلوله و خیز با یکدیگر به رقابت می پردازند. شرکت کنندگان 230 نفر میشه و از جمله 230 نفر 21 نفر به تیم منتخب جوانان و 21 نفر به تیم منتخب شهر کابل که مجموعاً 42 نفر میشه جذب میشن و بعدن برنامه بعدی ما قشر اوناس هست که مسابقات اوناس بخیر دایر میکنیم. در
در این دور مسابقات دوش در ماده های 100 متر، 200، 500، 800، 1500 و 5000 متر برگزار شده است. در پایان این پیکارها نفرات اول تا سوم هر ماده راهی دور اول تمرینات تیم منتخب اتلتیک خفیفه پایتخت می شوند. این پیکارها فردا به پایان می رسند. کابل بانک جشنواره ای از گل براه انداخت. در دومین روز از هفته سوم رقابت های فوتبال لیگ برتر پایتخت، چاشت امروز دو دیدار برگزار شد که در مهمترین آن کابل بانک مدافع عنوان قهرمانی برابر حریفش به یک پیروزی پرگل دست یافت. در این روز ابتدا دو تیم کابل بانک و جوانان میهن به مسافه یکدیگر رفتند که بازیکنان کابل بانک در یک بازی برتر توانستند با نتیجه 4-1 این مسابقه را به پایان برسانند. در دومین مسابقه این روز تیم های جوانان آزادی و استقلال در مقابل هم به میدان رفتند که این بازی با نتیجه 3-1 به سود تیم استقلال خاتمه یافت. روز گذشته تیم پامیر توانست شعار را شکست دهد و تیم های شیوا و صنایع نیز با نتیجه تساوی تن به رضایت دادند. این رقابت ها فردا با دو دیدار در استادیوم غازی شهر کابل پیگیری می شود که سرمیاشت با اردو بازی می کند و میوند با خراسان روبرو می شود. دانشکده تربیت بدنی قهرمان مسابقات والیبال دانشگاه تعلیم و تربیت کابل شد. در مرحله پایانی مسابقات گزینشی تیم منتخب دانشگاه تعلیم و تربیت پایتخت، چاشت امروز تیم دانشکده تربیت بدنی با غلبه بر حریفش عنوان قهرمانی این پیکارها را به دست آورد. در فاینال این رقابت ها دو تیم تربیت بدنی و علوم اجتماعی این دانشگاه به مسافه یکدیگر رفتند که در پایان والیبالیست های تربیت بدنی موفق شدند با نتیجه 3-1 حریفشان را از پیش روی بردارند و جام قهرمانی را بالای سر برند. این مسابقات با حضور 8 تیم از دانشکده های دانشگاه تعلیم و تربیت پایتخت با منظور انتخاب تیم منتخب این دانشگاه راه اندازی شده بود. در پایان 18 چهره برترین پیکارها و تیم منتخب والیبال این دانشگاه راه یافتند. مسابقات والیبال و بسکتبال معارف دختران با چند دیدار پیگیری شد. در ادامه رقابت‌های انتخابی تیم منتخب والیبال مکاتب شهر کابل، صبح امروز دو دیدار برگزار شد که تیم‌های لیسه‌های افشار و درخانه مقابل حریفان به برتری رسیدند. در هفتمین روز این رقابت‌ها تیم لیسه افشار با نتیجه 2-0 تیم سوریا را شکست داد و درخانه با همین نتیجه رابعه بلخی را از پیش روی برداشت. در بخش بسکتبال نیز دو دیدار انجام شد که تیم فردوسی با نتیجه 15-10 بر لیسه مریم غلبه کرد و الفتح با حساب 11-19 بازی را به حریفش رابعه بلخی واگذارد. این مسابقات که در لیسه ملاله شهر کابل انجام می شود از سوی ریاست تربیت بدنی وزارت معارف میان 16 لیسه پایتخت راه اندازی شده است. پایان خبرهای ورزشی بود. تشکر از توجهتان. برنامه خبری دری این ساعت در همین جا به پایان رسید. من جواد سروش به اتفاق همکارم ادریس جویا از حضور شما مرخص می شویم و همکارم احمد کهنه بشری را در استودیوی خبر با خود داریم.